زغال سنگ تلخاب تامین می شود. اینه دیگه پولم زدن روش. آره دیگه. سلام 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 برای بکس، خوش اومدید. اومدیم بریم سراغ یک ویدیو جذاب دیگر، یک ویدیویی که دوباره ترس و واهمه میندازه بین همسایه افغانستان، که آقا افغانستان داره کانال گوشتپر چون الان آب مایه حیاته دیگه، یعنی آب نباشه شما بر و گاز و اینا هم نمیتونی استفاده کنی، نفت و اینا هیچ چیزی، پس آب خیلی مهمه. نفت که نمیتونی به جواب چه لازه شوینده ای، چه لازه نوشیدنی، یعنی خوردن و اینا، همه از این آشامیدنی و این داستانا، همه اینا مطرحه دیگه. الان غذاتو میپزی آب باید باشه. آره دیگه، بریم که ببینیم چه جوری است. دمتون گرم. از چنل در 24 لینکش داخل دیسکریپشن هست، بریم ببینیم که چه جوری است. فاز دومشه. قشنگ دارن دوشان، احتمالا دارن قشنگ کار میکنن. یادی کجاستی؟ بچه کانال گوشتپه و تونل سالنگ او تا از چیزایی که اسم در کرده، یعنی تو ایران هم قشنگ میشناسه. آره. خیلی عجیبه. کانال بزرگ آبیاری قشتپه که مطالعات امکان سنجی آن در سال 2018 میلادی آغاز شد، بزرگترین پروژه انتقال آب در شمال کشور است که ظرفیت انتقال 10 میلیارد متر مکعب آب. 10 میلیارد من این ذره مشکل دارم. من 10 میلیارد عددم مشکل دارم. الان اینجا دور ما پر عدده، خودتون حساب کنین دیگه. ما عدد میاد مغزمون حساب میکنه. علی تو حجم، تو عرض رو نگاه کن، عرضش خیلیه. من دوست میدونم عمقش هم چقدره. این عمقش فکر کنم کمه، مثلا در حد دو متر هم نمیشه، یه متر، چون رودخونه است دیگه. رودخونه مرکزی آمو دریا دارد شاید پر که درازای باشه. آن 285 کیلومتر، عرض آن 152 متر و عمق آن 8.5 تا 12.5 متر است. الان چی داشتی میگفتی؟ نه بگو. نه گفتم بعضی جا 12 متر عمقش. آجی من میترسم بچه از کلا. من فوبیای ارتفاع، آتیش، آب. خب داشت چی مون؟ یه بادم میگفتی دیگه. آره دیگه همه باشه بس... آخه بعضی اصلا نمیترسم. فکر کن بچه ها همزمان، نه زلزله هم هستا، نگاه کن همزمان بچه ها. نه نه اینا چیزای اصلیه، چهار تا چیز اصلی میدونم. نگاه کن بچه ها، همزمان زلزله بیاد، در حین اون رد و برق باشه، رد و برق میاد آتیش بگیره، آتیش اومد از اون برم سونامی بیاد. ما هم داریم زحمت بکشیم دیگه اونجا. آجی اینا همه بیاد یه سونامی بیاد هم ده برابر زده آغاز شده و فعلا جریان داره که فاز دوم از دولت آباد شروع میشه که الا آخر انخوی. آجی من تازه الان ببین، برای اول ما بچه های در 24 دمشون گم، واقعا الان برای اولین بار قشنگ یه اطلاعات کامل از گوشتپه من قشنگ گرفتم. 285 کیلومتر 100 خورده عرض و 12 متر. بچه حساب کنین از کرج تا زنجان طولشه، نزدیکای زنجان. خب بچه ایران رو داریم میگیم. آره از اینجا تا زنجان بعد آب و انتقال عرض 6 متره. بعد نمیدونم متوجه نشدم. ببین اتوبان رو حساب بکنین دیگه، اتوبان کرج تا زنجان. آره قشنگ دیگه. بعد شما اینم در نظر 10 میلیارد عرضش 24 متره. 10 میلیارد متر مکعب دارن آب. بعد 12 متر عمقشه. آره دیگه منطقی دیگه، 10 میلیارد دیگه تو 285 کیلومتر نمیشه جمع کرد. یه عمقی هم باید بهش بدی. 16 میلیارد دلار هزینه برداشته و از زواید معدن زغال سنگ تلخاب تامین می شود. اینه دیگه پولم زدن روش. آره دیگه 16 میلیارد میلیون نه، یه میلیون دلار میشه چقدر؟ یه میلیون دلار میشه چقدر به پول ما؟ میشه 60 میلیارد. حالا 16 میلیارد ول کن، برو اینو برسون به 1 میلیارد، بعد 1 میلیارد 16 تا کن. بچه حساب کن خودتون بگید. کانال در زمان حکومت سردار محمد داوود خان ساخته شده، اما به علت ناامنی و درگیری‌های داخلی یعنی شوروی بوده، این تر هرگز عملی نشد بوده دیگه. اما در حکومت‌های پسین برای عملی ساختن پروژه 24 متر راحت میشه. بچه شما یه مثلا حرکت جدیدی میزنن تو شهرتون و تو ولایت و اینا، میرید اینجوری وای میسی بغلش عکس میگیرید. تو ایران همینجوریه، بالا تو کرج اتوبان زدن و چه همه میرن وای میسن دم اتوبان. من نمیدونم برای چون شهر بالا معلومه. آره دیگه منو شهر یهویی قرچ حالا قشتپه با همکاری نهادهای بین‌المللی گام‌های برداشته شده، اما کار عملی ساخت و ساز این کانال بلند پروازانه
با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی از سوی شرکت انکشاف ملی و پشتیبانی همه‌جانبه ادامه دادن حق کرد دیگه از جون دل مایه گذاشتن دیگه چی این داره شاید و... ببین اون چیزی که تو ذهن من از طالبان و اینا اینکه آقا سری بیا مثلا وسایل امنیتی و نظامی رو قوی کنیم فقط آقا تو مثلا حواسشون بوده ببین آجی این دستگاه رو نگاه کن سیمون دستگاه خودش میزنه ببینم اینا دیگه دستگاه میزن اینجوری شما به این است که تند خود انشالله به اکسال برسیم 15 شرکت قراردادی با بیش از 500 کارگر به شمول انجینیران و مسئولان شرکت انکشاف ملی برای ادامه کار بخش های سربند پروژه کانال آبی قشتیپه و پاککاری کف این کانال تا نقطه 35 کیلومتری را آغاز می کنند و تا نوقت های شب ادامه می دهند بر بنیاد برنامه شرکت انکشاف ملی قرار است چی گفت اینو نصف شبم پروژه رو جلو میبره دیگه ببین الان شما یه کار جمع میکنی زمانی که شما یه دونه کار بچه خودتون دیگه تو این کار هستین دیگه خیلی بچه‌ها این کار هستن دیگه مثلا یه کار پیمانکاری میگیری میگی آقا زود جمع کنم پولو بگیرم برم یه کار دیگه بکنم مثلا میگه آقا من اونجا میخوام تو 10 سال مثال جمع کنم میگه آقا تو 5 سال جمع میکنم سه زود میرم دیگه ولی دوزی نکنم نه اینکه پل بزنن بعد یک ماه بریزه در مسیر فازدان کانال تا اندخوی فاریاب میرسد 6 پل ساخته شود در حال حاضر کار روی سومین پل بزرگ در نقطه 95 کیلومتری الان انتقال آبو انجام دادن یا نه نه دیگه نگاه کن ببین دوتا پل بود تا یه جا آبو بردن در بین یه دو ماه بیش بود که باز کردن تا اولین پل آب اومده جالب همزمان که دارن مسیر رو وا میکنن پل هم دارن میزنن نه اینکه بگن آبو برسونیم بعد شروع کنیم پل زدن نه دیگه زمین خالیه بتون رو میریزن صافکاری میکنن نقاشی میکنن بعد بتونش هم چیزشن پلش هم میندازن دیگه میگن آقا دیگه یه سره تا این پل میارن از دوباره ادامه باز برو یه مثلا 50 کیلومتر کار میکنه از دوباره یه پل که رسیدن باز دوباره کانال قشتیپه آغاز شده با گفته مسئولان شرکت این پل ولسوالی دولت آباد بلخ را به شورتیپه بعدها روستای دور و نزدیک پیوند میدهد یه چیزی بهت بگم بچه شما هم اینجوری هستین تقریبا اینجوری اوتوبانا الان اوتوبان میزنن همون جاده دیگه تقریبا ببین اینور اونور از اون کانکس های چوبی مانند بذارن یا مثلا پمپ بنزین سیار بذارن شبیه کجا میشه آمریکا شبیه خیابون های جاده های تگزاس میشه اینجوری میاد شیب داره میره بالا اینجوری حالا یهو آمریکا رو داغ دیا نه یه لحظه حس حال اونجا رو میده این کانال قشتیپه از این پل کمتر چیزا... از 10 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده داداش ما داریم در مورد پل ماشین صحبت دیگه ریل هم زدن روش دیگه ببین چون تو مسیرشه دیگه باید با کنه دیگه شد ریل رفت و برگشت باشندگان شهر مزار شریف و ولایت‌های گوناگون دیگر برای دیدن این منظره در روزهای رخصتی به اینجا می آیند از آغاز نقطه کانال تا 35 کیلومتری چشمه های از دل زمین بیرون شدند شرکت انکشاف نمیشه اونجا شنا کرد از... چی گفت؟ چشمه اومده بیرون اینجا رو نکن به اینجا می آیند از آغاز نقطه کانال تا 35 کیلومتری چشمه های از دل زمین بیرون شدند دیدی دریا میری مثلا میای یه ذره از این ورتر دریا رو زمین و ماسه ها رو میکنی به آب برسی همینجوری آب از زمین میزنه بیرون تو یه جای نقطه دیگه فکر کن ببین هم خودش اینقدر آب داره بعد چشمه هم بیاد بیرون آب هم زده از اون ور مثل همون بچه گفته بودم تو ویدیوهای قبلی یه جا تو تکاب هست الان چند ساله از زمان اون موقع حضرت سلیمان دیگه اون موقع آب هنوز اونجا تموم نشده بعد عمقشن حالا گفتن که نزدیک 460 کیلومتر 460 متر خب ولی تخمین نتونستم بزنم چون نمیتونن تاریکه شرکت انکشاف ملی برای جلوگیری از آبخیزی چشمه ها در داخل فاز نخست این کانال در نقطه 75 کیلومتری این آب ها را بر سوی دشت ها آزاد ساخته است اینجا مسیر فاز دوم کانال قشتیپه در دشت های ولسوالی آقچه ولایت جوزجان است کارشناسان شرکت انکشاف ملی که نزدیک به چهار ماه کار سروی دیزاین نقشه برداری مشخص کردن طبقات زمین و مطالعات ویژگی های خاک در مسیر فاز دوم کانال قشتیپه را به پایان رسانیدند میگویند که اصولا پروژه چند تا فاز داره فکر کنم سه تا فاز داره آجی این الان تو سه تا پل ساخته تو فکر کن هر کدوم یه فاز حساب بکنی خیلیه میشه 6 تا فاز 6 تا باید پل بزنه خیلی پروژه خفنیه واقعا خفنه ایران هم همچین پروژه خفنی قشنگ داره دیگه ولی ایران آخه اینجوری 280 کیلومتر
آبو داره جابجا میکنه. باشه، ایران داره خزر رو به خلیج فارس وصل میکنه، جنوب ایران به جنوب ایران وصل میکنه. وجود بشر چیکارا میکنه؟ مغز آدم میترکه. همش کار خداست دیگه. در نقشه‌کشی تلاش کردن. کار خداست دیگه. مغز انسان هم کار خداست دیگه که میتونه این کارو کنه. همه جوون نگاه کن. ایول. این خوبه، همه مهندسا. بعد اینا خودشون عشق این کارا. کشاورزان در این ساحه امید دارند که در بهار پیش رو بتوانند از آب فاز نخست کانال قشتیپه زمین های خود را آبیاری کنند. حالا فعلا دارن آبو میکشن میبرن، بعد تازه بعد لوله کشی بکنن آبو انتقال بدن مثلا جایی که میخوان. آجی حالا اونو ول کن، چقدر آب زیاده به شاهراها ایزدادم رفته برای خودش، میاد بالا یو ارتفاع چیز میگیره، میاد عمق میگیره، میاد بالا یو اب بغلا میده، صد میخواد بزن. هزاران داستان داره که قشنگ، یعنی ببین قشنگ بهت بگم هیچی نباشه شاید مثلا 5-6 میلیون رو برقشو برسونه، شاید هم بیشتر. تو چین دیدی که یه دونه صد ابر صد زدن که 60 میلیون خانوار رو برقشو تولید میکنه دیگه. دمتون گرم بچه‌ها که تماشا کردید، لایک و سابسکرایب بکنید، زنگوله ایستا رو بزنید و حمایت یادتون نره، نظر خودتون رو بگید و بگید که رفتید کنار کانال یا نه بچه‌ها. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی بدرود. خدا نگهدار.